نیز هست که ما با انتخاب گزینه مورد نظر از پنجره ممبرز یا دیزاین اکسپلورر و با زدن این دکمه میتونیم اون المان مورد نظر رو به صفحه اد کنیم. گزینه بعدی گزینه Remove Current Element from Draw List هست که ما با کلیک برای این گزینه اون آیتم مورد نظر رو که به حالت Current Element ما هست میتونیم از صفحه گرافیکی ریموف کنیم. گزینه بعدی گزینه Create Modify List هست که ما میتونیم لیست های مختلف از اقلام مختلف رو تولید کنیم که در ادامه نحوه استفاده و تولید لیست رو هم با هم دیگه تعمیل خواهیم کرد. در تکست باکس کناری این لیست شما میتونید اسم اون لیست رو در این قسمت مشاهده کنید. گزینه بعدی گزینه Delete Current Element هست که شما با کلیک بر روی گزینه Current Elementتون رو حذف کرد. و گزینه بعدی گزینه بسیار کاربردی مدل ادیتور هست که ما به صورت مفصل در مورد نحوه استفاده از این مدل ادیتور با هم صحبت خواهیم کرد. گزینه بعدی گزینه آندو و ریدو هست که کار آندو و ریدو رو برای من انجام میده. گزینه Navigate to Element که ما با استفاده از این گزینه میتونیم کار مودیفای رو پیک و مودیفای رو انجام بدیم. گزینه Measure هست که برای اندازه‌گیری به کار میره. گزینه Display Axis on Current Element هست که محورهای مختصات رو برای Current Elementمون مشخص میکنه. و در انتها گزینه اتو کلش هست. با روشن کردن این دکمه و در حین مدل سازی اگر کلشی بین آیتم های مدل شده وجود داشته باشه رو برای ما نشون خواهد داد. خب همونطور که توضیح دادم خدمتتون، ما در ادامه کار مدل سازی و در اپلیکیشن ها و ماژول های مختلف به صورت مفصل تر و بنا به نیاز پروژه با تک تک این آپشن ها و منوها آشناتر خواهیم شد. در ادامه می‌خوایم با پنجره ممبرز و پنجره دیزاین اکسپلورر آشنا بشیم. از گزینه دیسپلی شما میتونید با کلیک بر روی گزینه دیزاین اکسپلورر و همینطور گزینه ممبرز وارد این دو پنجره بشید. من با کلیک بر روی گزینه دیزاین اکسپلورر پنجره مربوط به دیزاین اکسپلورر در این قسمت برای من ظاهر میشه. خب همونطور که میدونید و قبلا هم در مورد رعایت سلسله مراتب در مدل سازی با هم دیگه صحبت کردیم، تمامی اطلاعات مربوط به مدل سازی من در پنجره دیزاین اکسپلورر قرار میگیره. همونطور که مشاهده میکنید سایت های مختلف در قسمت ورد و در زیر مجموعه اون قرار گرفتن. سایت استابیلایزر هست که یک سایت سمپل مربوط به پروژه سمپل هست. من اگر برای علامت بلیپ کنار این سایت کلیک کنم، زون های مختلف زیر مجموعه این سایت همونطور که مشاهده میکنید برای من لیست میشه. زون کیوپند هست، زون پایپ هست، زون بیلدینگ هست و همینطور زون های دیگری که مدل سازی شدن و همینطور اکیوپمنت های مختلفی که در زون اکیوپمنت قرار دارن به این ترتیب با نام هایی که مشخص شده برای هر کدوم از اونها. خب من برای نمایش هر کدوم از اقلام مدل شده در پنجره دیزاین اکسپلورر کافیه که بر روی اون آیتم قرار بگیرم و اون رو اصطلاحاً عنوان Current Element انتخاب کنم. توجه کنید با انتخاب هر آیتم در پنجره دیزاین اکسپلورر اون آیتم در قسمت Current Element و در قسمت Toolbars برای من مشخص میشه. با کلیک بر روی هر کدوم از آیتم ها میتونید اون رو در قسمت Current Element مشاهده کنید. و برای مشاهده اون آیتم در صفحه گرافیکی کافیه که ما از قسمت Toolbars با کلیک بر روی گزینه Add Current Element to Draw List اون آیتم رو در صفحه گرافیکی مشاهده کنیم. پیغامی که مشاهده میکنید از ما این سوال رو میپرسه که آیا مطمئن هستید که این سایت رو در صفحه گرافیکی مشاهده کنید؟ من با زدن دکمه Yes. خب همونطور که مشاهده میکنید الان سایت استابیلایزر در صفحه گرافیکی برای من نشون داده میشه. خب مسئله که در این قسمت بایستی مطرح کنم این هست که برای مشاهده بهتر مدل در صفحه گرافیکی من با استفاده از دکمه وسط موس که به حالت اسکرول هست یا همون قلتونک هست با حرکت دادن دکمه وسط موس کار زومین و زوم آوت رو میتونم برای مدلم داشته باشم.
و همینطور با کلیک بر روی دکمه وسط موس میتونم اون قسمت از مدل رو به وسط صفحه گرافیکی منتقل کنم. و همینطور با راست کلیک بر روی صفحه گرافیکی انتخاب گزینه آیزومتریک، گزینه آیزو 1، مدلم به صورت آیزومتریک برای من نشون داده میشه. خب اگر قسمتی از مدل شما در صفحه گرافیکی دیده نمیشه، کافیه که با راست کلیک برای صفحه گرافیکی و انتخاب گزینه های زوم تو انتایر درو لیست و همینطور گزینه واکس انتایر درو لیست مکان های ناپیدا رو هم مشاهده بفرمایید. خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، با استفاده از کلید های اروکی شما میتونید کار روتیشن رو هم بر روی مدلتون داشته باشید. در جهات افقی و در جهات قائم میتونید مدلتون رو مشاهده کنید. خب این تنظیماتی بود که مدلمون رو در یک ویوی مناسب مشاهده کنید. خب در ادامه این مدل رو از صفحه گرافیکی ریموو میکنم. برای این کار از قسمت تول بار با کلیک بر روی گزینه ریموو کارنت